زیرا در مسیح عیسی شما همه به واسطه ایمان پسران خدایید، چرا که همگی شما در مسیح تعمید یافتید، مسیح را در بر کردید. دیگر نه یهودی معنی دارد نه یونانی، نه غلام نه آزاد، نه زن و نه مرد، زیرا شما همگی در مسیح عیسی یکی هستید. در برنامه امروز راجع به ارزش و هویت زن در کتاب مقدس، به خصوص عهد جدید صحبت خواهیم کرد. همراه ما باشید. آیاتی که براتون خوندیم اشاره ایه که پولس میکنه به فرهنگی که قبلا در موردش صحبت کردیم یهودیان اون زمان داشتن، که هر روز برای سه چیز خداوند رو شکر میکردن. خدایا شکرت میکنیم که یهودی آفریده شدیم، شکرت میکنیم که مرد آفریده شدیم و زن نیستیم، و شکرت میکنیم که آزاد هستیم و غلام نیستیم. و چقدر اشاره میکنه که برای خداوند و در نزد خداوند کشورموز عزیز هیچ تفاوتی، هیچ تبعیضی قائل نیست. بله، این آیاییه که به نظر من داره تبعیض رو از هر نوع میشکنه، چه تبعیض جنسیتی مرد و زن، چون که میگه در عیسی مسیح همگی شما پسران خدایید. پس حتی پسر خدا بودن رو یک معنی روحانی میده دیگه، جنسیتی در فرزند خدا، پسر خدا بودن، اون جنسیت اونجا هم برمیداره که پسر خدا هم آقایون هستن هم خانوما. بعد میگه همه شما در مسیح تعمید یافتید، مسیح را دربر گرفتید. بعد میگه هیچ ممکن نیست که یهود باشه یونانی. پس تبعیض ملیتی، تبعیض نژادی، تبعیض فرهنگی رو برمی‌داره. مثلا بگید در ایران بابا همتون ایرانی هستید، حالا ایرانی و مملکت ایرانه، اونجا مملکت آسمانه. میگه همتون در خداوند یک هستید، چه یهودی یونانی. بعد تبعیضات فرهنگی رو میگه، غلام آزاد فرقی نمی‌کنه تو جامعه، بالا پایین هم ندارید، همتون یکی هستید. بعد میاد میگه نه مرد و نه زن، هیچ فرقی نداره، نه مرد و نه زن، زیرا دلیلم میده، زیرا چرا هیچ فرقی نیست، زیرا که همه شما، همتون، چه مرد چه زن، در عیسی مسیح یک میباشید. اینا حرفای شاعرانه نیست، به به ما یک هستیم. داره صحبت میکنه هویت ما یکیه، ارزش ما یکیه، خواندگی ما یکیه. میگه برای اینکه همه شما از آن مسیح هستید. پس اینجا هر دیواری رو که بین قوم‌ها، بین مرد و زن، بین یونانی و غیر یونانی، بین ایرانی و غیر ایرانی بر می‌داره که ما رو در مسیح یکی بکنه، این اعلام آزادی از تعصب اینجا. دقیقاً. و هر گونه مرد سالاری، زن سالاری و هر چیزی که میخواد خودشو بلند کنه، میگه به اطاعت مسیح بیاین. یعنی کلام خدا همش داره تشویق میکنه که همه مطیع مسیح و غلام مسیح باشیم، چون کار عظیمی که مسیح کرد، همه ما رو خرید، آزاد کرد، برای که همه دیگه غلام اون باشیم، از آن اون باشیم و با هم دیگه برابر و در کنار هم با فروتنی باشیم. توی آیات جالب توی رومیان 12:3 و 12:10 باز میبینیم اشاره میکنه به اینکه در همین محبت سرسپرده هم باشیم. میگه تسلیم یکدیگر باشیم با فروتنی، با محبت. حتی زنها رو تشویق میکنه، میگه تسلیم شوهران خود باشید. آیات قبلش هم بعضی وقتا نمیخونیم، مردا این آیه رو خیلی دوست دارن. بله، یه آیه قبالتر مورد علاقه مرداست، آیه زنها تسلیم شوهران خود باشید. ولی چند تا آیه بالاتر چقدر جالب میگه، نه؟ میگه من از روش بخونیم. بله، همچین هم چند تا نیست، نه یه آیه بالاتر. ولی بله، نه از قبل ترش منظورم از قبل تر بخوای، ولی اطاعت رو همون یه آیه قبل ترش میگه. بله، میگه به حرمت مسیح تسلیم یکدیگر باشید. بله. در آیه 8 اول میگه تسلیم، بعد میگه ای زنان تسلیم شوهران خود باشین. یعنی یه چیزیه که فقط به زنا دستور داده نشده. بله. و هم مردا باید تسلیم زنان باشن، هم زنان تسلیم مردان باشن، و همه ایماندارا تسلیم یکدیگر باشن. میگه با حرمت، با فروتنی، بدون جاه طلبی.
بله، چون تو یک خداوند داریم، ما راجع به مرد سالاری صحبت میکنیم، راجع به زن سالاری صحبت میکنیم، کلام خدا در انجیل میبینیم اصلا سالاری وجود نداره، حتی تو کلیسا یکی بالاست یکی اسقف، از لحاظ روحانی دارم میگم، خب از لحاظ خدمتی آره، یعنی خدا این بالا پایینا رو برداشته، اصلا این سالار طلبی رو از ما گرفته، حتی تو خانواده که حالا این خانواده زن سالاره یا مرد سالاره، خدا میگه خدا سالار باشید همه کارتون درست میشه، چه در کلیسا چه در خونه، بذارید من خداوندی کنم، لازم نیست شما بر هم دیگه سوار بشید، بر هم دیگه حکومت کنید، برابری مرد و زن رو میگه. تو این آیه ها و آیه‌ای که امروز میخونیم در این جلسه بیشتر راجع به هویت مرد و زن صحبت میکنه که بابا از ابتدا از اون پایه ما برای خدا یکی هستیم. حالا در خانه در جلسات بعد میرسیم، یک کمی در خانه موقعیت ها مسئولیت ها ممکنه فرق کنه، حتی تو کلیسا هم همینطور، هر کسی یه مسئولیتی داره، ولی اینه که کی سالاره، ما انسان ها دنبال این که کی دستور میده، کی اطاعت میکنه، کی سره کی نیست. خدا میگه همتون مطیع من باشید و بعد با فروتنی یکدیگر از خود بهتر بدونید و همدیگر رو خدمت کنید. کار خدا اینه که بابا هم به همدیگه برسید، اینقدر به این نرسید که من اینجا رئیسم، تا توی کلیسا، توی سر کار، تو خانه سر این دعوا، سر اینه که کی سره، کی رئیسه. اینجا مرتب میگه اینا رو ولش کنید، همه تون در من یک هستید، همدیگر رو خدمت کنید، در مقابل همدیگه فروتن باشید، حتی اطاعت رو هم میگه از همدیگه اطاعت کنید. آمین. یه طرفه نیست. دقیقاً. و آیات قبلش داره میگه این یه جمله خیلی طولانیه توی یونانی که نوشتن، و تنها فعلی که این جمله داره پر شدن از روح خداست. و یک ثمراتی داره وقتی که از روح خدا پر میشیم، میگه مست شراب مشوید که شما رو به هرزگی میکشاند، بلکه از روح پر شوید با مزامیر، سرودها و نغمه‌ای که از روح هست با یکدیگر گفتگو کنید و از صمیم دل برای خداوند به سرایید و ترنم نمایید. همواره خدای پدر رو به نام خداوند ما عیسی مسیح برای همه چیز شکر گویید. بعد میگه به حرمت مسیح تسلیم یکدیگر باشید. بزن میگه وقتی این ثمرات روح از درون ما میجوشه، دیگه این تسلیم شدنه چقدر شیرینه، یعنی با سرودها، با محبت، فروتنی، واقعا همطور که فرموندین این تسلیم ثمره پری روحه در واقع. بله، این تسلیم بودن هم که اینجا داره صحبت میکنه، کلمه تسلیم بودن یا اطاعت، کلمه نظم بودنه، یعنی کلمه که در نظم بکنم، برای اینو بعد بیشتر هم باز میکنیم. حتی تو ارتش میگه همه تو نظم باشید، اون کلمه رو به کار میبره، بابا تو نظم باشید، تو کاراتون رو هماهنگ انجام بدید. وقتی میگه از همدیگه اطاعت کنید، یعنی در رابطه با همدیگه تو نظم قرار بگیرید، با هم همکاری داشته باشید. من خیلی خوشم میاد وقتی که این محیط رو میبینم، مثلا من خودم خب مسئول این خدمت هستم، یا شبان کلیسا بودم، سالها هنوزم هستم، ولی اینو به بچه عزیزان یاد میدادم که من گرچه در از خدمت تو خدمت یه مسئولیت خاصی دارم، ولی با شما برابرم از لحاظ ارزشی، من خدمتم فرق میکنه، شما همونطور که برای یه خدمت خوانده شدی و اهمیت داره، منم یه خدمت خوانده شدم، من بالاتر از شما نیستم از لحاظ ارزشی، از لحاظ اینکه مهمترم یا با ارزش دارم، ولی برای اینکه با همدیگه همکاری کنیم باید از همدیگه اطاعت کنیم. زن و شوهر، مرد و زن باید از همدیگه اطاعت کنن. از چی اطاعت میکنی؟ نه از اقتدار، از این چیزی که خدا به تو داده. یعنی اگه تو به من حقیقت رو بگی، من از اون حقیقتی که تو داری به من میگی میگم چش راست میگی، نه به خاطر اقتدارت، برای اینکه راست داری میگی، برای اینکه تو اون خدمت خدا اینو به تو داده. من یادم میرفتم در کلیسا، وقتی که مسئولیت آشپزخونه مال یه نفر بود، خیلی هم کار مهمی بود چون همه رو باید سرو میکرد. آشپزخونه شما بهتر از من بدونید، شوخی نیست. دیگه باید یه نظمی باشه. وقتی هرج و مرج کار انجام نمیشه. من گاهی میرفتم آشپزخونه کمک کنم. از در آشپزخونه که میرفتم تو، من مطیع مسئول آشپزخونه میشدم. من شبان کلیسا اونجا مطیعم. میگه از همدیگه اطاعت کنید، یعنی اون چیزی که خدا به شما داده برید تو اون اقتدار، در اون نظم قرار بگیرید که بتونید کار رو جلو برید. و توی خانواده هم همینطوره. آفرین، واقعا خیلی قشنگ گفتین. برای اینکه کسی که مسئول اون قسمت بیشتر میدونه و مسلطه به اون شرایط، اگه یک چیزی درخواست میکنه از ما، یه چیزی میخواد، و همون همراه شدن است دیگه، به نوعی همراه هم باشین، اگه احترام بذاریم به هم دیگه. توی فیلیپیان 2
سه تا پنج هم خیلی جالب میگه، میگه هیچ کار از سر جاه طلبی یا تکبر نکنید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. هیچ یک از شما تنها به فکر خود نباشد، بلکه به دیگران نیز بیاندیشید. خیلی این تمام این چیزهایی که در موردش صحبت کردیم تمام یکدیگر اینجا میشه، این همه یکدیگر تو کلام خداست. یکدیگر یعنی یکدیگر، مرد و زن نداره. یکدیگر رو خدمت کنید، مرد زن رو خدمت کنه، زن هم بعد مرد رو خدمت کنه. تمام آیه های عهد جدید این کلیسا یعنی یکدیگر، جنسیت اینجا وجود نداره. آفرین، دقیقاً واقعا یک رابطه دو طرفه است و هر چقدر که توش مثل همون ارکستر، هر چقدر با هم بیشتر هماهنگ باشن، یک صدای زیباتری به گوش خواهد رسید، یک تصویر زیباتری دیده خواهد شد. واقعا این محبت خداست که این نظم رو هم قرار داده در کلیسا. بله، و ارزش ما، میخوام اینو تکرار و تکرار، ما فرزندان خدا هستیم، این هویت ماست. آمین. هیچ کدوم هم فرزند خدا تر از یکی دیگه نیستیم، هممون فرزندان خدا هستیم. هویت تو اینه، اگر به مسیح ایمان آوردی تو فرزند خدا، پسر خدا هستید. اصلا کلمه پسر دختر خدا رو ما میگیم، خدا میگه اصلا برای من جنسیت فرقی نمیکنه. به آقایونم میگم عروس من، به خانومام میگم پسران من. پس خودتو کم نبین، تو پسر خدا هستی، از دیگران بالاتر و پایینتر نیستی. به عنوان فرزند خدا زندگی کن، به عنوان فرزند خدا عکس العمل نشون بده، خدمت کن، نگذار هیچ کس هم جلو تو بگیره. تو رو خدا خونده، همونطور که اون بغلی، همونطور که اون آقای کشیش، من هیچ توهین نمیخوام بکنم، خودم هستم، همونطور که آقای کشیش فرزند خداست، تو هم هستی. همینطور که خدا به او خدمت داده، به تو هم داده، به تو هم داده، و خدمت تو هم به همون اندازه مهمه اگر اطاعت کنی. آمین، همینطوره. واقعا عطایام همینطور بوده، وقتی که عطایا بخشیده شد به همه ما، به خانم ها و آقایون به یکسان بخشیده شده. هیچ وقت نمیبینیم توی کلام جایی بگه که این عطا مردونه است، این عطا زنونه است، اینو آقایون انجام بدن، اینو خانم ها. جایی نه، اتفاقا لیست عطایا خیلی توی کلام خدا چندین جا هست و هیچ جایی نیست که بین مرد و زن فرقی بگذاره. هر جا عطایا صحبت میکنه میگه هر کس، میگه به هر کدوم از شما عطایایی برای خیریت دیگران داده شده که اون رو برای خدمت دیگران عطیتون رو به کار ببرید. یعنی همه ما عطیه داریم، گیفتد هستیم، همه ما مهمیم، همه ما بی خود، یعنی هیچ کدوم از ما بی خود خلق نشدیم. تو مهمی، خدا برای تو نقشه خاصی داره. فکر نکن بی خودی، فکر نکن بیهوده‌ای. هر چقدر دیگران تو رو کنار میندازن، توفت میکنن، مثل دستمال کاغذی دورت میکنن، خدا میگه نه، من از تو استفاده میکنم. تو مهمی، خودتو کم نبین، بلکه بدون که فرزند خدایی. یک، دوم، تو روح القدس به تو هم داده شده، به من داده شده، به تو هم داده شده. من عطایا دارم، تو هم داری. به من ماموریت داده، به تو، خانوم، دختر عزیز خدا، دختر عزیز خدا، خدا به تو هم ماموریت عظیمی داده. باورش کن، خودتو باور کن، روحی که در توست رو باور کن و پاشو برای خداوند با اعتماد خدمت کن. کلام او رو به دیگران برسون، دیگران رو خدمت کن. اگر قدرت سخنگویی داری سخن بگو، بشارت بده، تعلیم بده. قبولت ندارن، خدا تو رو قبول داره. آمین، آمین. واقعا همینطوره. خداوند همه ما رو دعوت کرده، همه ما رو خونده که قدرت داشت و به ما قدرت بخشیده برای اینکه بتونیم قوت خداوند رو آشکار کنیم از طریق خدمتمون و زندگیامون، و این خیلی شیرینه در ملکوتش. و همطور می‌بینیم برادر مجان تو اول پتروس باب 2 آیه 4 تا 9 اشاره میکنه به کاهنان و پادشاهان، و میبینیم که همه ما کاهن و پادشاه هستیم، نه؟ بله، میگه شما دیگه هم، شما یعنی همه تو. دقیقا، میگه تاکید بر اینه که همه کاهنان و پادشاهان هستیم. در عهد عتیق شاید فقط کاهنان مردها بودن، آقایون میتونستن کاهن بشن، اما در عهد جدید و در مسیح میبینیم که این به خانوما هم داده شده، یعنی تونن در اون مقام کهانت، چون میگه همتون کهانت ملوکانه دارین، کاهنان کاهنان هستین برای خداوند، و این نمیگه به آقایون هستین، میگه همه شما. و کاهن در عهد عتیق بالاترین مقام مذهبی و روحانی داشته، همه هم نمیتونستن باشن. حالا به انجیل که میرسیم، وقتی عیسی مسیح ما رو آزاد میکنه، ما رو نجات میده، یک دفعه باز میکنه، میگه همه شما. آمین. همه شما کاهنید، مرد و زن، یعنی بالاترین مقام روحانی رو شما دارید، حالا توش زندگی کنی.
حتی از لحاظ روحانی خودتو کم نبین که فلانی مثلا اینه، به عنوان ها نگاه نکن. البته باید به کشیشان، به رهبران باید احترام گذاشت، این کلام خدا میگه، ولی این دلیل نمیشه خودتو کم ببینی، باید احترام بذاری، باشون همکاری کنی، پشتیبانی کنی. و اگه بخوایم ترجمه امروزیشو به زبان اسلامی بگیم، ترجمهش اینه همه شما آیت الله هستی. کاهن عهد عتیق مثل آیت الله اسلامیه دیگه. دقیقاً. ضمناً کاهن کسی بود که بین خدا و انسان‌ها وای میساد توی اون قدس و اون خدمت خدا رو انجام میده. اینجا در واقع داره اشاره میکنه که هیچ لازم نیست که یک واسطه بین زنها و خدا قرار بگیره. در واقع هم زن هم مرد، هم هیچ انسانی نیاز نیست. و در این صحبتی که میکنیم در مورد اینکه هیچ واسطه ای نداریم، شامل حال خانوما هم میشه، یعنی که هیچ زنی هم نیاز نداره که واسطه ای بین رابطه اون و خدا قرار بگیره. درسته. یعنی خودش کاهنه، خودش میتونه ارتباط مستقیم با خداوند برقرار کنه. دقیقا هم کهانت رو میگه، هم پادشاهی رو میگه. دقیقا. میگه شما اون کهانت ملوکانه دارید، یه جای ترجمه میگه کاهنانی هستی که به پادشاهی رسیده اید، یعنی هم اقتدار روحانی آسمانی، هم اقتدار زمینی، هر دو رو دارید، باور کنید دارید. و این اقتدار رو باز برمیارم، اقتدار برای زدن نیست، برای بناست. پولس چند بار میگه خدا این اقتدار رو به من داده نه برای خرابی، برای بنا. وقتی میگیم خانوما شما اقتدار دارید، این نیست که پاشید دیگه بزنید دیگه همه رو، بلکه پاشی و با اقتدار خدمت کنی و کسی نتونه تو رو بزنه. اقتدار یعنی من میدونم کی هستم، میدونم ارزش من چیه، و با این که میدونم حالا میتونم خدمت کنم. هیچ کسی هم نمیتونه منو پایین بکشه. مثل عیسی مسیح که اقتدار خودش رو میدونست، ارزش خودش رو میدونست و رفت پاشست. اقتدار یعنی بله واقعا همینطوره. خدا رو شکر که وارد همچین عهدی با خداوند شدیم و این شناخت رو پیدا میکنیم، برای اینکه بدونیم که کی هستیم، جایگاهمون کجاست و کجا میتونیم باشیم. وقتی که خداوند این اقتدار رو به ما داده، اقتدار داده برای اینکه بریم اسیران آزاد کنیم، اقتدار داده برای اینکه بتونیم بریم افتادگان رو بلند کنیم. میگه که اون مسیحی که بر مسیح بوده به ما ارث داده شده، ما وارثان همون ملکوت هستیم، همون پادشاهی، و میتونیم پادشاهان باشیم مثل خداوندمون که به ما همین ارثیه روحانی زیبا و پربرکت رو داده و بخشیده. و مسئله دیگه ای که خیلی باعث برکت و بهش اشاره میشه توی عهد جدید، نشانه تعلق ما به خداوند در عهد جدید تعمیده. بله. یعنی وقتی که ما میخواییم اعلام کنیم که ما از آن خداوند هستیم و تعلقمون رو نسبت به اون اعلام میکنیم، نشانهش اینه که تعمید میگیریم. اما در عهد عتیق این نشانه ختنه بود و مختص آقایون بود این نشانه، و این هم یک دیواریه که برداشته شده و این یک چیز جدیدیه که در مسیح اینو داریم. بله، هر چی که در ایمان مسیح هست، مرد و زن رو کنار هم ببینیم، مکمل هم دیگه، بدون تبعیض، بدون اینکه یکی بر دیگری سوار باشه، بدون اینکه از زن سوء استفاده بشه، که در تمام دنیا بعد از این همه قرن که ادعای تجدد میکنیم و روشن فکری و علم، هنوز تو اکثر جاهای دنیا زنها مظلومن، ازشون سوء استفاده میشه. حالا نه فقط در کشورهای خاورمیانه یا غرب، حتی در کشورهای غربی خیلی از زنها سوء استفاده تجاری میشه. بله. آره. بله واقعا خیلی جا میبینیم که حتی حقوق کمتر برای خانم ها قائل هستن. مثلا کاریو که ممکنه، شغلی رو که یک مرد انجام میده و یک زن هم همون شغل رو انجام میده، یه ذره ممکنه، من شنیدم بعد جا کمتر به خانم ها پرداخت میکنن. خیلی چیزا رو تبعیض هست که حالا نمیدونم، یعنی طبیعیه تو این دنیا. فقط میخوام بگم که در قرن 21 که هنوز این هست، عیسی مسیح و در ایمان مسیح از همون ابتدا پایه‌ای، نه اینکه یه چیزی بگه بعد حالا بخواد بیاد درستش کنه، از همون ابتدا میگه شما فرزندان خدا هستید. به خانوما میگه هیچ فرقی بین زن و مرد نیست، همه شما عطایا دارید، همه شما خوانده شدید، در کنار همدیگه از همدیگه اطاعت کنید، همدیگه رو بهتر بدونید، همدیگه رو خدمت کنید. همه این همدیگه رو مال مرد و زن هاست که در کلیسا در کنار هم و در خانواده، زن و شوهر در کنار هم خداوند رو خدمت میکنن و خانوادهشون رو بنا میکنن. آمین. واقعا ما منکر تفاوت‌های زن و مرد نیستیم. زن و مرد به لحاظ فیزیکی، بیولوژی، احساسی، خیلی چیزها با هم تفاوت دارن، اما ارزششون برای خداوند یکسانه.
خداوند با یک ارزش اونا رو نگاه میکنه، به هر دو، هر آنچه که به مرد داده به زن داده، هر جایگاهی که به مرد داده به زن داده، و مکمل همدیگه هستن و در کنار هم همطور که فرمودین صورت خدا هستن و جلال خدا رو میتونن از طریق اونها آشکار بشه. وقتی میگه این دو یک خواهند بود، دقیقا همین حرف شماست. این دو یک خواهند بود، فقط هم حرفای قشنگ شاعران نیست، اینا چقدر با هم نزدیکن، یکن واقعا عملا این دو همدیگر رو کامل میکنن. شما میگید مکمل، دو که یک میشن میشن یک، یعنی یک کامل. آمین واقعا همطوره. دعا کنیم. شما بفرمید دعا کنید. خداوند و شکرت میکنیم برای حقایق کلامت خداوند، برای اینکه هرچی در تو عمیق‌تر میشیم، در تو خداوند و نزدیکتر میشیم به تو، بیشتر میشناسیم تو رو، قلب تو رو، حقایق کلام تو رو خداوند، بیشتر عاشقت میشیم، بیشتر میتونیم به تو بچسبیم، به تو اعتماد کنیم و بدونیم که نقشای نیکو عالی برای ما داری خداوند. میخوام که اون چه که شنیدیم در زندگی ما، در قلب ما، در فکر ما خداوند دانه نیکوی باشه که کاشته میشه و ثمرات بسیار میاره. میخوام تمام عزیزانم رو خداوند که هویت خودشون رو گم کردن و خداوند رابطهشون در اثر این عدم شناخت با تو شکسته شده، تو ملاقات کنی در این درس ها خداوند، در این جلسات با اونها ملاقات کنی و رابطهشون رو با خودت در ابتدا شفا ببخشی، تا با همسرشون، با دوستانشون، با اطرافیانشون نیز این رابطه شفا بیابه و جلال تو از طریق عزیزانم خداوند آشکار بشه. آمین. شکرت میکنم در نام عیسی مسیح. آمین. 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 شما رو به خدای بزرگ میسپاریم تا برنامه بعد. خدا نگهدار. بذار بارون بباره رو تن خسته ما، بشوره هر چی غمه، بارون روح خدا. بذار دنیا بدونه توی این همه بلا یکی هست که میرسه خیلی زود به داد ما. امن خور برادرم، شادی کن ای خواهرم، مسیحا گفته هنوز من ایستاده بردارم. اگه کوه شدن غما رو دوشت به من بگو، توی چشم هم زدم همه رو بر می‌دارم. اگه دنیا بدونه تو میای بی‌درنگ، شاید هیچی نباشه یه بهونه
قسمت کنیم شادی همون و همی. شاید فردا یکیمون خوابید و رفت آسمون، اون وقت حسرت میمونه تو دلم نقل رو بیم. سلام، دوباره آشپزخونه تراوت و دوباره من جوزف در خدمت شما هستم. امروز قراره با هم یه کیک که خیلی خوشمزه لبنانی درست بکنیم به اسم بسبوسه که با آرد سمولینا درست میشه. قراره توی این کیک سفیده رو جدا هم بزنیم، زرده رو جدا هم بزنیم، قراره همه چی رو با هم دیگه قاطی بکنیم، بذاریمش تو فر، خیلی راحت، خیلی خوشمزه. با ما همراه باشید. الان میخوام مواد اولیه رو بهتون بگم که چقدر راحته. کره آب شده 100 گرم. بگم خدمتون مثل دفعه قبل نمیتونید اینجا شاه آشپزخونه باشید، باید تابع رسیپی باشید. کره آب شده 100 گرم، یک پیمانه شکر، یک پیمانه پرک نارگیل، اگر گیر نیاوردید پودر نارگیل، بادام پوست کنده شده و درسته یا فندق، میتونید از هر دوتاش استفاده بکنید. آرد سمولینا یک پیمانه و نیم و تخم مرغ 3 عدد. اینجا ما 2 پیمانه آرد نیاز داریم، اما یک پیمانه و نصفش رو میریزیم سمولینا برمیداریم و یک دوم پیمانمون رو آرد معمولی شیرینی پزی، یک پیمانه ماست چکیده و پرچرب، متاسفم، و بیکینگ پودر 150 گرم، چون 50 گرم هم ما میخواییم وانیل شکری بریزیم، 50 گرم هم وانیل شکری، یه نصف لیمو و سیروب شکر که با دانه های هل درست کردیم. شکر، سیروب شکر را که همه فارسی زمان ها خیلی زیاد میتونن درست کردن و خیلی خوب میتونن درستش بکنن، چون یک پیمانه شکر، یک پیمانه آرد، یه مقدار زعفرون، گلاب و هل میجوشونیدش و تبدیل میشه به این سیروب خوشمزه. اسپری کره یا اسپری روغن اگر نداشتید میتونید با فرچه ته قالبمون رو چرب بکنیم و یه ظرف که اینا رو هم بزنیم و همزن دستی و یه لیستک و یه فر. با تمام این چیزا میشه به راحتی یک دسر بسیار خوشمزه لبنانی رو درست بکنید. بیدرنگ میریم برای درست کردن کیک سمولینا که خیلی راحت، من هیچ قانونی نداره، میخوام همه چی با هم دیگه یه دفعه قاطی بکنم. خب میخوام با تخم مرغ شروع بکنم، یا اجازه بدید به رسم شیرینی پزی اول از کره و شکر. برای این دارم میگم به خاطر که اصلا مهم نیست شما از هر کجا میخواین شروع بکنین، به غیر از بادوم که قراره فقط برای تزیین، برای مرحله آخر کیک ما استفاده بشه. شکر و کره رو با هم دیگه فقط مخلوط میکنیم، نمیخوایم که یه دست بشه یا رنگش عوض بشه. خب تخم مرغ، در حدی که با هم دیگه حسابی مخلوط بشن برای ما کافیه، نمیخوایم پف بکنه مثل کیک های دیگه، چون سمولینا وقتی که از وقتی که آرد سمولینا رو استفاده میکنیم، سمولینا خودش باعث میشه که کیک یه مقدار ترد بشه و این خیلی خوبه، کار ما راحت کرده. از هر جایی میتونیم شروع بکنیم، من میخوام ماست اضافه بکنم، اینم فقط در حدی هم میزنم که موادم با هم دیگه یه دست بشه.
کارت و بیکینگ پودر 50 گرمی که داریم و وانیل شکری، اینا رو هم می‌زنیم با هم دیگه مخلوط می‌کنیم حسابی. می‌تونیم آرد سمولینامون رو الان اضافه بکنیم. وقتی که همه اینا با هم دیگه مخلوط شد، پرک نارگیل رو بهش اضافه می‌کنیم. این مایعی که مقدار سفته، اصلاً تعجب نکنید یا فکر نکنید که یه چیزی یادتون رفته یا خراب شده. ذات این کیک اینطوریه. البته اینطوری نمیمونه وقتی که میره توی. از اینجا به بعد ما دیگه به لیستک احتیاج داریم یا یک قاشق خیلی معمولی. قرار نیست که حتما لیستک باشه. میتونه هر چیزی که دم دست دارید. خب خیلی هم خوب. حالا میریم برای قالبمون که باید چربش بکنیم. حالا با هر چیزی که داریم. ما یک کیک رو توش می‌ریزیم و تقریباً کار ما تمومه. بوی کره و وانیل با هم دیگه حسابی آدم رو گرسنه می‌کنه. از الان دلم می‌خواد برم سریع چای دم بکنم، چون این کیک کمتر از 15 دقیقه دیگه آماده میشه با درجه 350 فارنهایت، طبقه وسط فر 10 تا 10-12 دقیقه. فقط در حدی که روش که طلایی شد بدونید که آماده است. خیلی هم نمیخواد صافش بکنید. اما نکته اصلی اینجاست که باید این مواد ما همینجوری در هوای آشپزخونه هر دمایی که هست 10 دقیقه تا یک رو بمونه و بعد از 10 دقیقه تا یک روب یه برش‌های مخصوصی بهش میزنیم، فقط برای اینکه بتونیم بعداً خوب برشش بزنیم و بادوم رو اضافه میکنیم و میذاریمش توی فر تا یه روب دیگه. من برش اینو میزنم و بادوم‌ها رو میچینم و میذارم داخل فر. دوباره خوش اومدید. کیک من آماده است. از توی فر در آوردم. الان میخوام قبل از اینکه این قالب رو از اینجا بلند بکنم میخوام شهد رو توش بریزم. شهد رو میریزم روش که همون سیروب شکری که داریم حسابی جذبش بشه. این یه جورایی باقلوا هم هست به خاطر اینکه عطر و بوی باقلوا رو داره و با چایی خیلی میچسبه. باید حسابی این سیروب شکر به خورد کیک بره که اون بافتی که لازم داریم رو به ما بده. خب امیدوارم که این کیک رو درست بکنید، کنار عزیزاتون حسابی از خوردنش لذت ببرید. کیک بسبوسه لبنانی به خداوند میسپارمتون. خداحافظ. We'll be right back.
تو بیای سر پیش پات میذارم، بغض شبای تو رو تو آغوشت میبارم، روزی که تو بیای، روزی که تو بیای، روزی که جون میگیرم سلام دوستان عزیزان، خدا رو شکر که دوباره امروز میتونم با شما باشم. درسی رو که امروز میخواییم با هم داشته باشیم در مورد ویتامین D هستش. اگر خاطرتون باشه تو جلسه قبلی در مورد اوسوپروز یا پوکی استخوان با هم صحبت کردیم. دو تا از مواردی که ما برای بیمارانی که مشکل پوکی استخوان دارن
خیلی مهم هستش که رعایت بشه. گفتیم که مصرف کلسیم و ویتامین د هستش. تو جلسه قبلی در مورد منابع کلسیم و ویتامین د با شما صحبت کردیم. امروز می‌خوایم در مورد ویتامین د با شما اطلاعاتی رو در میون بذاریم. خب حالا ویتامین د کلا ویتامینی هستش که به کلسیم کمک میکنه که جذب بشه. یعنی اگر کسی کلسیم رو مصرف کنه ولی کمبود ویتامین د داشته باشه، باعث میشه که جذب کلسیم به خوبی صورت نگیره. همونطور که میدونید بهترین منبع برای ویتامین د نور خورشید هستش. یعنی اگر یه نفر 15 دقیقه در معرض نور خورشید قرار بگیره، اون روز در حقیقت به طور کافی ویتامین د برای بدنش تامین شده. البته ما برای همه اینو توصیه نمی کنیم. افرادی که حالا مشکلات پوستی دارن، یه سری سرطان های پوست هستش و اینا اصلا توصیه نمی کنیم که برن در معرض نور آفتاب قرار بگیرن، ولی کلن بهترین منبع برای ویتامین د نور آفتاب هستش که میتونه هم برای پیشگیری هم برای درمان پوکی استخوان ازش استفاده بشه. کلن تحقیقات نشون داده که ویتامین د نه تنها فقط برای درمان پوکی استخوان، بلکه برای پیشگیری از بیماری قلبی عروقی، یه سری بیماری های خاص مثل انواع سرطان ها حتی مؤثر هستش. به خصوص جدیدن یک سری آمار، یک سری تحقیق های نشون داده شده برای خانم هایی که دچار کمبود ویتامین د هستن، احتمال اینکه این خانم ها دچار سرطان بشن بیشتر وجود داره. پس خیلی مهم هستش که در این زمینه حتما توجه داشته باشیم و سعی بکنیم که با استفاده کردن منابع خوب ویتامین د برای پیشگیری از کاهش اون راهکارهای مناسب و مفیدی رو توی غذامون داشته باشیم. حالا علائم کمبود ویتامین د چی هستش؟ کلاً علامت اختصاصی ما برای کمبود ویتامین د وجود نداریم. یه سری علائم مبهم هستش، معمولا به صورت دردهای پراکنده، ضعف در بدن و فرد وقتی میخواد از پله بالا و پایین بره یه مقدار مشکل میشه و در مراحل خیلی پیشرفته لنگیدن و دردهای استخوانی هستش، به خصوص تو قسمت مفصل ران، کف پا و دنده ها هستش. ولی کلن علامت خاصی اختصاصی وجود نداره و همین باعث میشه که خیلی وقتا افراد اصلا به اون توجه نکنن و کمبود ویتامین د به تدریج بیشتر و بیشتر بشه. ولی برای تشخیصش خب آزمایشات پاراکلینیک انجام میدن و ویتامین د رو در سطح خون اندازه گیری میکنن و با توجه به اندازه اون معلوم میشه که کمبود ویتامین د در چه حدی هست. خب حالا ما در چه منابع ویتامین د رو داریم؟ همونجور که بهتون گفتم بهترین منبع ویتامین د نور خورشید هستش که ویتامین د رو برای ما میتونه تولید بکنه. یکی دیگه از منابع خیلی مهم شیر بادام هستش. حالا شیر بادام رو ما میتونیم توی به صورت آماده در فروشگاه مواد غذایی میشه تهیه کرد، اما توی خونه هم خیلی به راحتی شما میتونید شیر بادام رو برای خودتون درست بکنین. شما خیلی راحت میتونین سرچ بکنه و نحوه ساختن شیر بادام رو در خونتون انجام بدین و یک منبع خیلی خوبی برای ویتامین د رو داشته باشین. یکی دیگه از چیزهایی که میتونین استفاده کنین مکمل ها هستن. حالا من مکمل ها رو 100% توصیه نمی کنم که خودتون خودسر این رو داشته باشین، بهتر زیر نظر پزشک باشه، بعد از اندازه آزمایش باشه که ببینیم آیا واقعا کمبود ویتامین د وجود داره یا نه، که معمولا مکمل ها همراه با کلسیم هستش و استفاده میشه. یه چیزی که خیلی مهم هستش، افرادی که مبتلا به سنگ کلیه یا یه سری بیماری های کلیوی هستن یا بیماری کبدی، حتما باید مصرف مکمل ها رو زیر نظر پزشک انجام بدن. آب پرتقال های غنی شده با ویتامین د الان امروز توی بازار اومده، غلات غنی شده با ویتامین د داریم و برخی از قارچ ها هم هستن که درست مثل بدن انسان که از طریق نور خورشید ویتامین د ساخته میشه، این قارچ ها وقتی که در معرض نور خورشید قرار میگیرن ویتامین د ساخته میشه و میتونیم اونها رو استفاده کنیم و منبع خیلی خوبی برای ویتامین د هستن. منبع خیلی مهم خوب دیگه تخم کتان هستش که من حتما توصیه میکنم که حتما هر روز خانم ها تخم کتان رو توی تغذیهشون داشته باشن. حالا به شکلهای متفاوت میتونن اونو پودر بکنن، توی انواع سالات ها استفاده بکنن، میتونن حتی با عسل و گردو مخلوط بشه و به عنوان توی صبحانه استفاده کنن. کلن دانه کتان منبع خیلی خوب برای اسیدهای چرب خیلی مفید هستش. انواع ویتامین ها، انواع مینرال ها رو میتونیم در دانه کتان داشته باشیم.
و یک منبع دیگه خیلی خوبم دانه آفتابگردان هستش که همین که ویتامین ای خیلی خوبی داره و از نظر ویتامین دی هم غنی هستش و یک منبع خیلی خوب برای گیاهخواران هست. خب من سعی کردم که منابع ویتامین دی رو برای شما باز بکنم که بتونین هر روز از اون در زندگی روزمرهتون در غذاتون حتما استفاده بکنین. یک مورد خیلی مهمی که میخوام بهتون توصیه بکنم در مورد افرادی که پوکی استخوان دارن، اینو بدونن که کلن نوشیدنی های گازدار و مواد کافئیندار یکی از واقعا مواردی هستش که شخص رو بیشتر مستعد ابتلا به پوکی استخوان میکنه و توصیه میکنم که حتما به خصوص اگر کسی مبتلا هستش کلن نوشیدنی های گازدار و مواد کافئیندار رو سعی کنه از رژیم غذاییش کاملا حذف کنه. و مورد دیگر خوردن غذاهای پرنمک هستش، چون که نمک کلا باعث میشه که بدن کلسیم بیشتری رو دفع کنه، یعنی دقیقا نقطه مقابل جذب کلسیم هستش. پس به این دو مورد خیلی توجه بکنین. یه مورد دیگه که من میخوام با شما در میون بذارم در مورد منابع پروتئین های گیاهی هستش. خب باز هم وقتی در مورد پروتئین صحبت میکنیم باز هم تمام مردم فکرشون واقعا میره به سمت پروتئین های حیوانی، فکر میکنن پروتئین فقط در گوشت قرمز، در مرغ، در ماهی هستش. و وقتی که به یک نفر توصیه میکنیم که تو باید غذات رو عوض بکنی و سعی کنی رژیم غذای گیاهخواری داشته باشی، اولین چیزی که از ما میپرسن خب پس من پروتئینمو چه کار بکنم، چجوری میتونم منابع پروتئینم داشته باشم. میخوام اینو بهتون بگم که واقعا ما توی گیاهان منابع بسیار عالی برای پروتئین داریم، همون اندازه‌ای که بدن نیاز داره. یعنی واقعا خداوند گیاهانی رو برای ما آفریده که ما میتونیم خیلی به راحتی اون منابع که بدن نیاز داره، حالا چه زمینه پروتئین چه در زمینه کلسیم، میتونیم از طریق اونها دریافت بکنیم. اولین منبع خیلی مهمه برای پروتئین های گیاهی سبزیجات هستن. مثلا یک دونه عدد آووکادو حدود 10 گرم پروتئین داره، یک فنجون کلم بروکلی 5 گرم پروتئین داره، یک فنجون اسفناج دوباره 5 گرم، یک پیمانه نخود 9 گرم پروتئین داره. خیلی عالیه. بعضی وقتا ما فکر میکنیم هر چقدر پروتئین بیشتر مصرف کنیم بدن قوی تری دارم، در صورتی که نمیدونیم مصرف زیاد پروتئین به خصوص پروتئین های حیوانی باعث میشه که واقعا یک بار اضافی بر روی کبد و کلیه ما گذاشته بشه و میتونه در دراز مدت کارکرد کبد و کلیه رو دچار مشکل بکنه و انواع بیماری ها رو به وجود بیاره. ولی پروتئین های گیاهی واقعا پروتئین هایی هستن که سبک هستن از نظر هضم، یعنی وقتی وارد بدن میشن، وقتی وارد معده میشن، اینقدر هضم اونها به راحتی صورت میگیره که نه تنها بار اضافی روی کبد و کلیه نیست، بلکه حتی در خیلی موارد چون که همراه با مواد دیگه گیاهی مصرف میشه و شامل مواد هستن که برای پاکسازی کبد هستن، تازه باعث پاکسازی و روند بهتر کار کبد و کلیه میشن. دومین منبع خیلی مهم پروتئین های گیاهی حبوبات هستن. به عنوان مثال یک فنجون سویا 28 گرم پروتئین داره، یک فنجون عدس 18 گرم پروتئین داره، یک فنجون لوبیا 15 گرم پروتئین داره، بادام زمینی حدود 7 گرم پروتئین داره. خیلی خوب هستش که ما به جای مصرف گوشت های حیوانی از اینها که در حقیقت گوشت های گیاهی هستن توی غذامون استفاده بکنیم و توی غذامون داشته باشیم. سومین منبع آجیل و دانه ها هستن. دونه کنجد، گردو، پسته، همه اینها در قدر منبع خیلی خوبی برای پروتئین هستن. و محصولات لبنی گیاهی مثل شیر سویا، شیر بادام و در نهایتاً غلات ها، به خصوص برنج قهوه‌ای، گندم سبوسدار و جو دوسر منابع خیلی خوبی برای پروتئین های گیاهی هستن. خب عزیزان، امیدوارم که تونسته باشم مطالبی رو که واقعا نیاز هستش برای شما به شما ارائه داده باشم. خیلی خوشحال هستم که دوباره خداوند فیض بخشید، این اجازه رو داد که من شما عزیزان رو خدمت بکنم. دعای من این هست که سلامتی خداوند لحظه به لحظه با شما عزیزان باشه و در شادی، قوت و برکت حضور خداوند عیسی مسیح باشید. تا دیدار بعد شما رو به خداوند میسپارم. روز خوبی داشته باشید.
جت زیمانی کابوس آخر باغ تسلیم پسر حرفای عاشقانه بغض سنگین پدر یک دست جام مرگ و یک سو وعده خدا کجاست اسحاق و بره محیا خواب سنگین پتروس سکوت مرگاور شب شبابستن سبانگ شب انکار و ناله و تب یک دست جام مرگ و یک سو وعده خدا کجاست اسحاق و بره محیا شب گذشتن از سهم خود شب رسیدن به ذات مرگ قرم بوسه تلخ یک همراه شب جدایی ساده و برگ شب یه برگ تنها زیر شلاق زمستون شب بی برگی دنیا زیر بارونی از خون باغ تصمیم نجات من جد سیمانی موای من روز میلاد و حیات من باغ رهایی تن سوی قرمز خون جای شراب پادشاه شمل گناه من تن پوش تن بی گناه باغ تصمیم نجات من جد سیمانی موای من روز میلاد و حیات من باغ رهایی تن گیسوی قرمز خون جای شراب پادشاه شنل گناه من تن پوش تن بی گناه